بینندگان عزیز و شریف، سلام و درود بر شما. در یک جلسه رهبران نظامی و امنیتی حزب الله در منطقه زاویه جنوب بیروت، رهبر حزب الله همراه با شاملان جلسه کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا از گسترش جنگ هشدار داد. کتایب عراق در یک اعلامیه گفته است که ما مانند سیل حاضر هستیم به سنگرهای لبنان سرازیر شویم. یک مرحله پیشرفته تر از جنگ ما شاهد هستیم. این سال 2024 سال خطرناکی است که دگرگیسی تاریخی را در جنگ ها در اعمالنامه خود ثبت کرد. تروریسم صنعتی برای اولین بار و ابتکار اسرائیل شناسانده شده و این اقدامی بود بر آزمایش شیوه جدید در کشتار دست جمعی آدم ها که تقریبا برابر است با استفاده از سلاح شیمیایی و نیمه هسته‌ای. عواقبی که بر اسرائیل خواهد داشت عواقبش جهانی خواهد بود. چرا؟ این اقدام اقتصاد و تجارت جهانی را هدف گرفته. الجزیره به نقل از منابع امنیتی خبر داده که کل مسئولین امنیتی و نظامی حزب الله مورد هدف قرار گرفته در یک ساختمان 8 یا 10 طبقه ای که کاملا ویران شده. بخش از ساختمان مجاور هم فرو ریخته. 5 ساختمان در اطراف این محل بوده هم به اصطلاح درونکوب و استخوان شکن شدن. فرد اولی که بسیار مهم بود کشته شده حاج ابراهیم عقیل است. همزمان ابو حیدر الخفاجی از رهبران کتایب حزب الله عراق در جاده فرودگاه بین‌المللی دمشق از هوا توسط اسرائیل ترور شد. سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید ترور ابراهیم عقیل در جنوب بیروت گفت که اونها در زیر زمین زیر یک ساختمان مسکونی در قلب محله زاویه جمع شده بودند که اقدامات علیه شهروندان اسرائیل هماهنگ میکردند و ما کشف کردیم و مورد آماج قرار دادیم. روزنامه ماریو گزارش کرد که ارتش اسرائیل آل در نیروی هوایی در فرماندهی جبهه داخلی و همه جا وضعیت فوقالعاده اعلام کرده، حالت اضطراری. وزیر دفاع آمریکا گفت از تشدید تنش‌های فعلی بین اسرائیل و حزب الله ما واقعا نگران هستیم. کسایی که همراه با فرمانده ارشد حزب الله در امو جلسه کشته شدن عبارتند از جهاد خزل، مهدی جمول، سامر حلاوی، محمد العطار مشهور به ابو یاسر، حسین حدرج مشهور به ساجد، احمد وحبی معروف به ابو حسین، حاج محمد رضای نینوی، عباس مسلمانی، مهدی الباکس، محمد العطار و حسین حدرج که بیشتر به نام ساجد ما از او یاد کردم. آخرین نفرم حمزه الغربیه. اینا در این جلسه کشته شدن. اکسیوس خبر داد که رهبران ارشد نیروی رزوان حزب الله اینها بودند که در اینجا کشته شدن. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که عقیل و دیگر رهبران حزب الله در حال برنامه ریزی برای تصرف منطقه الجلیل بودند که من پیشتر اشتباهاً الخلیل گفتم، در منطقه الجلیل بودند. خبر رسانه های عبری درباره کشته شدن محمد رضای فلاحزاده جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران در جنوب بیروت مگر تایید نشد، رد شده است. گفته می شد که رضای فلاحزاده هم بوده اما اون زنده است. خب از سال 1362، خیلی وقت، تقریبا 43 44 سال پیش یا 45 سال پیش،
امریکا از سال 1362 زمانی که عقیل ابراهیم عقیل 22 ساله بود او را مورد پیگرد قرار داده بود، یعنی از افراد واقعا کلیدی بود که یکی از استوانه های محکم حزب الله بود. وزارت خزانداری امریکا به تاریخ 21 جولای 2015 یعنی 9 سال پیش عقیل به جرم فعالیت برای حزب الله زیر تعقیب قرار داده بود. بعد از او در تاریخ 10 سپتامبر 2019 وزارت خارجه امریکا ابراهیم عقیل در لیست ویژه و اصطلاح تروریست های بین المللی شامل کرده بود. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در نتیجه این حمله 12 کشته، 66 زخمی بر جا مانده که 9 نفر وضعیتشان وخیمتر از حد معمول است. کانال 13 اسرائیل گزارش کرد که برآوردها نشان میده که حزب الله حالا خیلی زود و قاطعانه پاسخ خواهد داد. منابع عربی میگن که جبهه مقاومت به رهبری ایران خود برای حمله بی سابقه و هماهنگ آماده میکند. الجزایر اعلام کرد که انفجار پیجرا در لبنان یک جنایت جنگی اسرائیل است. نماینده الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که عوامل این انفجارات کاملا شناخته شده هستند. ما اقدام اسرائیل محکوم میکنیم. الجزایر از متحدان ایران است. تبدیل وسایل غیر نظامی گفته که به بم یک اقدام خطرناک است، امنیت همه را تهدید میکنه و این حمله کور اسرائیل جنایت جنگی علیه غیر نظامی هاست. سرمایداران بزرگ تجارت پیش های دنیا هنوز نسبت به این مسئله موضعگیری نکردند. چرا؟ این کل تجارت جهانی را، اعتماد بر تجارت جهانی را ضربه زد. خیلی خطرناک است. بعد از هر کشوری کار میکنه. حملات هوایی هم به بیروت نشان داد که به هیچ وجه اینا دنبال صلح نیستند. خب برحال صلح وجود ندارد اونجا، از گذشتم وجود نداشتن. خب اما اینجا امریکا از ماشین نظامی اسرائیل دفاع میکنه. نماینده امریکا در شورای امنیت گفت حزب الله از ایران سلام میگیره، به اسرائیل حمله میکنه، ده ها هزار نفر در شمال اسرائیل آواره است، بنان عامل تهدید ایران و حزب الله است. دبیر کل کتایب سید الشهدای عراق و سید حسن نصرالله گفته است که بیشتر اشاره کردم، گفتم ما منتظر یک اشاره شما هستیم که دروازه انتظار بر روی دریای از مردان خود باز بکنیم تا شما سیلی از نیروهای عراقی را در مرزهای لبنان و سنگرها مشاهده کنید. خب در اینجا امریکایا نظرشان نیست که اسرائیل حق داره از خودش در برابر حملات حزب الله دفاع کنه. در شورای امنیت گفته شد که هیچ یک از اعضای شورا که یک گروه تروریستی را در نزدیکی مرزایش داشته باشه حملات روزانه و خاکش را تحمل نمی کنه. این استدلال کشورهایی است که از اسرائیل حمایت میکنه. اما آماده باش کاملی که در داخل اسرائیل است و پناهگاه ها را که باز کردن برای مردم در سرزمین های اشغالی، ای از یک جنگ زود هنگام سخن میگوید. رسانه های ارتباط جمعی اسرائیل از باز شدن پناهگاه خبر دادن و همچنان اعلام شده که سازمان امدادی ستاره داوود، ستاره داود هم این هلال احمر شان از دیگر من فکر میکنم، سطح آمادگی خود در تمامی نقاط سرزمین های اشغالی را افزایش داده مقابله با خطرات جنگ. دیروز بعدا گزارش شد که 200 موشک دست کم که بعدا کمتر شد سطحش، از خاک لبنان به خاک اسرائیل شلیک شده. 130 موشک در دو نوبت مناطق صف در الجلیل علیا و جولان شمالی را هدف قرار داده که در هر دو خاصتا در منطقه صف
آتش عظیمی برپا شده بود. حزب الله موج سیوم عملات خود به طرف مرکز نظامی میرون آغاز کرده است که با تایید کشته شدن ابراهیم عقیل و شورای فرماندهان حزب الله ممکن است اشکال حمله تغییر بخورد. رسانه‌های اسرائیل گفتند که 50 خانه تنها در متولا در طول شب در نتیجه پرتاب موشک‌های آتش افزای حزب الله تقریبا نیمه تخریب شدند. شلیک مرحله دوم موشک از لبنان به جولان کماکان در جریان است. خبرنگار الجزیره گزارش کرد که مرکز نظامی السماقه در تپای اشغالی در منطقه کفرشوبا اونجا هدف قرار گرفته. ای تو به نظر می رسه که الجلیل و بلندی های جولان در زیر نقش است. رگبار گسترده که از لبنان به طرف شمال اسرائیل آمد پایگاه اصلی موشکی پدافند هوایی فرماندهی شمال در پادگان بریار را زده که معمولا با موشک های کاتیوشا کوبیده شد و مقر پدافند هوایی در پادگان کیلا با راکت های کاتیوشا همچنان مورد حمله قرار گرفت. حالا مقرهایی که دیروز مورد حمله قرار گرفت ممکن است بعد از این بسیار شدیدتر مورد حمله قرار بگیره. مثلا مقر لشکر 188 زرهی واحد 36 در پادگان العلیقه، مقر گردان موشک و توپخانه در پادگان یاو باسیلیت، همیت یک چیز نامش است یاو باسیلیت، مقر فرماندهی لشکر جولان در پادگان یاردن، مقر فرماندهی لشکر 210 جولان در نفه، مقر جدید لشکر 91 در آیلت هاشر که همه اینها با راکت های کاتیوشا که ما در کشور خود او را به نام راکت های سکر میشناسیم یا راکت های بیم 21 و بیم 40 و این چیزا با اونو سلاح ها کوبیده شده، تمامی راکت ها به هدف خوردن. چیزی از پادگان مثلا از پدافند هوایی گزارش نشده که اونا رو زده باشد خونسا کرده باشد. شمال اسرائیل حال در حال سوختن است. یعنی در شمال اسرائیل هنوز وقتی که شمال اسرائیل میگیم به معنی جنگ فراگیر نیست. جنگ فراگیر ممکن است از این پس اتفاق بیفتد بعد از اینکه جلسه فرماندهان حزب الله را زدن هم را نابود کردند. امی دیروز 4 فروند هواپیمای آتش نشانی و 9 تیم آتش نشانی در عملیات مهار مراکز آتش سوزی در سفت یعنی کار میکردن، پروازات در جریان بود. چندین نقطه آتش سوزی در شمال جولان هم وجود داشت که اینا با هلیکوپترهایی که از هوا آتش کش یا مواد آتش کش یا آب می ریختن در اونجا دیده می شدن و به نظر می رسه که حال تمامی آتش ها در دو جنا در دو محل در شمال اسرائیل و در بلندی های جولان خاموش شدند.